بیست و چند سال طول کشید. حزب کمونیست کارگریان تیه یا محصول اون روند. 20 سال پیش، 22 سال پیش وقتی من به عنوان کمونیست رفتم که فعالیت کمونیستی بکنم، هیچ ادعایی هم نداشتم، البته الان هم ندارم، بعد میخواستم برم خودم معرفی کنم به سازمان کمونیستی، بگیم منم این توانایی رو دارم، میتونم فرض کنید مجلتون رو فلان جا بفروشم و فلان رو فلان چارپایه به نفع قاعده کمونیستی صحبت کنم. چنین سازمانی وجود نداشت، که هیچ چنین جنبشی وجود نداشت. جنبشی که وجود داشت جناح افراطی جریان شرق زده ملی‌گرا رفرمیستی ایران بود که میخواست ایران زوباهن داشته باشه، از رژیم شاه و سگ زنجیری امپریالیسم عروسک اون مینامید و میخواست حکومت خودی باشه. و وقتی من با همون سران اون جریانی که میگفتن بورژوازی تا مغز و استخوان وابسته است قدم میزدیم تو میدون فوزیه و پاسدارای کمیته، اون موقعش بودن کمیته چیا، کمیته چیا با لباس آلا پلنگی استتار شرکت میکنن، دوست من برگشت من میگه وقتی میبینیشون قلبت گر نمیشه؟ گفتم برادر این ارتجاع اسلامی جلوه چی داریم؟ تو میدون فوزیه سر و جوانای کمیته انقدر فقط ضد شاه بود و انقدر فقط ضد آمریکا بود که کافی بود بچه مسلمانای کمیته لباس استتار بپوشن و لباس پارامیلیتری بپوشن بیان راجع باید توفنگ باستن، ایشون فکر کنه امرش تحقیم بسن. شاید این سوال بی بی سی از اون درست بود. حالا که بچه های کمیته اسلحه گرفتن تو میدون فوزیه، آیا اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر و گروه نبرد برای رهایی و سازمان رزمندگان به فعالیتش ادامه میده؟ این سوال از اونها موضوعیت داشت به نظر من. اون کمونیسم اون موقع بود که شد، در مدت پروسه انقلاب انقدر سریع بود که به سرعت همه اون قضیه رو متحول کرد، به سرعت اندیشه های مارکسیستی رشد کرد، به سرعت جنبش کارگری رشد کرد و در ظرف 4 سال 5 سال واقعا یه جور کمونیسمی که بشه بهش یواش یواش پیوست به وجود اومد. بهار ما محروم بودیم از اون موقع. جوون 26 7 ساله‌ای که مثل اون موقع من الان برگرده ایران با یه واقعیت متفاوتی بود و این به لطف کاریسی خیلی ها که تو این سالن هستن کرده، به لطف کاریسی که تو این سالن نیستن کرده، من نمیتونستم دیگه باشم کرد. امروز کمونیسم ایران به عنوان جریان متشکل صاحب یه برنامه افق روشن رو نقشه است، تو ایرانه، هست و میشه بهش پیوست. تمام بحث راجع به مارکس، نرخ گرایش نزولی نرخ سود، تئوری بحران، بورژوازی، پرولتاریا، جناح حکومت، امپریالیسم، سوسیال امپریالیسم، تز سه جهان برای این بود که ما بتونیم یه روز یه حزب کمونیست کارگری درست کنیم که تو رو نقشه باشه، سر خیابون باشه، بشه بهش پیوست بدون این طی این مراحل، بدون طی این مراحل. ما مرتاض، ما یه عده درویش و صوفی و اهالی فرقه مذهبی نیست که فکر کنیم هر مسیری که ما برای طلبگی که ما پی بودیم همه باید بپیمان. برعکس، ما یه عده بودیم ناگزیر بودیم بریم تو اون بحثا، ناگزیر بودیم اون چیزا رو بنویسیم، ناگزیر بودیم اون جدلا رو بکنیم، ناگزیر بودیم فرار کنیم، ناگزیر بودیم مخفی بشیم برای اینکه یه روزی بشه یه حزب قوی کمونیستی باشه که ناگزیر نباشه مخفی بشه و لازم نباشه آکادمی علوم دیده باشی بتونی عضوش بشی، لازم نباشه کتاب کاپیتال سه دفعه پشت رو خونده باشی عضوش بشی، بتونی اگه قلبت هم همون جایی میتپه که اول من گفتم، یعنی برابری انسان رو میخوای، بری بهش بپیوندی سر کوچته یه فرمی رو پر کنی عضوش بشی و تو تظاهرات و اعتصابش باشی، تو شوراها باشی، باش تو جنبش‌های مسلحانه‌اش باشی اگه لازم شد، بشه بهش پیوست. آرزویی که من داشتم 20 سال پیش میام به کمونیسم ایران میپیوندم و به این جنبشی که در جلوی چشم من در جریانه میپیوندم، من دیگه بر نمیگردم درس بخونم، اونطور نشد، ولی این دفعه میتونه باشه. این دفعه کسی که از سوئد یا از آلمان یا از انگلستان توپ تانگ مسلسل رو میشنم و میگم میرم ایران، این انتخاب عظیم رو داره و این تفاوت عظیم تاریخی دو موقعیت خودش میتونه ببینه، میتونه بره بپیونده به یه حزبی که میدونه از اول تا آخر چی میگه، چی میخواد، با کی فرق داره، از کی دفاع میکنه، از کی دفاع نمیکنه، به هیچ قیمت سر چی کوتاه نمیاد، برای چی تلاش میکنه و بپیونده و مطابق قوانین مقرراتش بره رهبرش بشه. هنوزم من نمیدونم اگه شما بخواید رهبر فدایان خلق بشه چیکار کنید. من اگه امروز بخوام برم تو راه کارگرم تو کمیته مرکزیش که چیکار کنم؟ اگه بخوام برم تو حزب ملت ایران رئیسش بشم باید چیکار کنم؟ تو حزب کمونیست کارگری امروز عضو میشی، فرداش کنگره است، میری رای میری رای آوردی میری کمیته مرکزیش و تشویقت میکنن روزنامه تو درست کن، نشریه تو دایر کن، برو رادیو درست کن، برو حرف بزن، عکس تو بده چاپ کن،
برای اینکه شما فعالین اون صف عظیم سوسیالیسم انسانی هستید که ما میخوایم. به ما ملامت میکنن چرا عکس فعالینتون رو چاپ میکنید. یه دوربین داریم و این انتخاب داریم که دو جهان از کی عکس بگیریم. به نظر شما از کی باید عکس بگیریم؟ همونی که عکس خاتمی رو انداخته رو روزنامه‌اش، ما میگه چرا عکس کمونیست دو آتشه ای که از حقوق زن، حقوق کارگر، حقوق کودک دفاع میکنه و کوتاه نمیاد، چرا هفته روز نشریه به ما خورده میگیره. این حزب کمونیست کارگری یک کمونیسم بدون تعارف، شبیه کمونیسمی که قبلا تو ایران بود نیست، شبیه گروه‌های دیگه چپ نیست، یه حزب سیاسیه. مسئله رو ساده کرده، تبدیلش کرده به نبرد اجتماعی. باید قوی شد. حزبی است که میگه باید قوی شد. ما فرقه تملق متقابل و تشویق یکدیگر نمیخوام تشکیل بدیم. هر کی تو این صفحه همونقدر تو این صفحه که هست و هر چی بیشتر باشن بهتره و هر کی با ما احساس خوانایی میکنه باید تو این صف باشه. نمیخوام انقدر زیاد باشه که بزنیم قدرت رو بگیریم، با کسی هم تعارف نره. استالینیسم باش باش. نمیدونم چرا تا نوبت ما میشه یه ایزمایی هست که باید ازش اجتناب کرد، ولی آقای خاتمی رو میشه رئیس جمهور قبول کرد. چرا حزب کمونیست کارگری بعد 30 سال مبارزه صلاحیت تشکیل دولت نباید داشته باشه؟ دلایل تئوریک میفهمه که رأی نیاره یا مردم پشتش نباشن، خب معلومه قدرت تشکیل نمیده، ولی به دلایل تئوریک کمونیست‌ها نباید بیان سر کار. چرا اسم اون رو عوض میکنیم میان سر کار؟ مردم ما چیکار میکنن؟ این بازی که طبقه حاکم با ما شروع کرده به نظر من به درد گروه‌های فرقه‌ای و سکتاریستی چپی می‌خوره که دقیقاً بازمانده‌های یه نوع چپ دیگه هستن. این حزب کمونیست کارگری حزب بی‌تعارف آموخته و دست طرف مقابل خونده برای قدرت سیاسی تلاش می‌کنه. حزب ما با انقلاب پیروز میشه، چون به هیچ ترتیبی هیچ انتخاباتی که ما توش رأی بیاریم و بدون کودتا بدرقه نمی‌کنه. ما مجبوریم با انقلاب پیروز بشیم. درنتیجه قصه این که یه روزی ما با کلک مرغابی و با رأی انداختن تو صندوق‌های انتخابات الکی و کودتای دست سربازای طرفدارون بیام سر کار رو همه میتونن از سرش بگیرن، برای برنامه مقدور نیست. بود می‌کردیم ما. اگه یه راه مستقیمی پیدا بشه به قدرت سیاسی ما اون استفاده می‌کنیم. ولی جامعه بورژوایی در مقابل کمونیسم آماده باشه و درنتیجه اگه ما پیروز بشیم مطمئن باشید اون 90 درصد آدمایی که از بیماری واگیر دار در بچگی نمردن با ما حزب اوناییم به میدون اومدیم و اگه تونستیم پیروز بشیم دیگه تونستیم پیروز بشیم و این جلسه برای دعوت به این پیروزیه.